کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. این کتاب با افرادی که شخصیتاشون دارای چند لایه هستن تصویر خوب و نسبتاً کاملی از جدال انسانها با درون خودشون به نمایش میذاره. داستایوفسکی توی این اثر اومده تقابل خیر و شر رو در وجود انسان به طرز استادانه‌ای به تصویر کشیده. نویسنده با این کتاب نگاهی عمیق به تضادهای درونی و چالش‌های اخلاقی انسان داره. برادران کارامازوف روایتگر دنیایی پیچیده و پر از تضاده که فکر و ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه. برادران کارامازوف یه شاهکار فلسفیه که به عمق مسائل اخلاقی و معنوی انسان می‌پردازه. برادران کارامازوف نوشته فیودور داستایوفسکی، گوینده آنیه بابایی. فصل چهارم، اعتراف دلی سوزان به حکایت. آن زمان زندگی وحشیانه ای را سر می کردم. پدر همین حالا گفت که چند هزار روبلی را صرف فریب دادن دوشیزگان کردم. این را دیگر از خودش در آورده، چون اصلا اینطور نبود. اگر هم بود به پول تنها برای آن نیاز نداشتم. برای من پول وسیله است و جوشش دلم چارچوب آن. امروز او بانوی من می بود و فردا زنی هر جایی به جای او. هر دو را سرگرم می کردم. مشت مشت پول به پای موسیقی و عیاشی و کولی ها می ریختم. گاهی آن را به بانوان هم می دادم، چون باید اذعان کرد که آن را با حرص و ولع می گیرند و به خاطر آن خوشنود و سپاسگزار می شوند. بانوان به من علاقه داشتند، نه همه آنان، بلکه پیش می آمد، پیش می آمد. اما همیشه از راه های کناری خوشم می آمد، مثل کوچه های پشتی در پشت راه اصلی. آنجاست که آدم ماجرا و شگفتی و فلز گرانبها در لای کثافت می‌یابد. برادر، به زبان استعاره سخن می‌گویم. در شهری که من بودم، چنان کوچه های پشتی به مفهوم ظاهری کلمه نبود، اما به مفهوم اخلاقی چرا؟ اگر مثل من بودی می‌دانستی این یعنی چه؟ عاشق فسق و فجور بودم، عاشق رسوایی فسق و فجور بودم، عاشق ستمبارگی بودم. آیا من حشره نیستم؟ آیا حشره زیانبار نیستم؟ در واقع یک کارامازوف. یک بار عده زیادی از ما به گردش رفتیم، در هفت سورتمه. تاریک بود، زمستان بود و من بنا کردم به فشردن دست دختری و مجبورش کردم ببوسدم. دختر کارمندی بود، موجودی نازنین و مهربان و مطیع. به من اجازه داد، توی تاریکی اجازه خیلی چیزها را به من داد. بی‌نوا فکر می کرد روز بعد به خواستگاریش می روم و خواستگار خوبی هم تلقی می شدم. اما 5 ماه آزگار کلمه‌ای به او نگفتم. در مجالس رقص در گوشه‌ای می دیدمش. ما همیشه مجلس رقص داشتیم و با نگاهش مرا می پایید. چشمانش را می دیدم که از آتش برق می زد، آتش خشم آرام. این بازی فقط آن حشره شهوت را که به جان عزیزش می داشتم قلقلک می داد. 5 ماه بعد به کارمندی شوهر کرد و شهر را ترک گفت، همچنان خشمگین و شاید همچنان دل در گروه عشق من. حالا به شادکامی زندگی می کنند. توجه داشته باش که این را به کسی نگفتم، لافش را نزدم. هر چند که از هوس‌های پست پرم و دوستدار هر چه پست است، بی آبرو نیستم. داری رنگ به رنگ می شوی، چشمانت برق زد. گندگویی را بس کنم، تازه این که چیزی نیست. هر چند حشره ستمباره در جانم قوی شده بود. برادر، دفتر خاطرات کاملی دارم، خدا خیرشان دهاد، آن عزیزان را. همیشه سعی می کردم بدون دعوا به همش بزنم. اصلا هم دست به دستشان نمی کردم. لاف هیچ کدامشان را نمی زدم.
بس کنم، مبادا گمان کنی اینجا آوردمت از این مهملات بگویم. نه، میخواهم چیزی عجیب تر برایت بگویم و متعجب نشو که از گفتنش به تو به جای شرمندگی خوشحالم. آلیوشا ناگهان گفت: این را میگویی چون من رنگ به رنگ شدم. برای آنچه میگفتی یا آنچه کرده ای رنگ به رنگ نشدم. رنگ به رنگ شدم چون من هم مثل تو هم. تو؟ دست بردار، از تو دیگر بسیار بعید است. آلیوشا با حرارت گفت: نه، چندان هم بعید نیست. از قرار معلوم این اندیشه تازه‌ای نبود. پلکان یکیست، من در پله پایینیم و تو جایی در حدود پله 13. من این گونه میبینمش، اما فرقی نمی کند، مطلقاً در نوع یکیست. هر کسی در پله پایینی ناچار است به پله بالایی برود. پس آدم نباید اصلاً پا روی پلکان بگذارد. هر که از دستش بر بیاید بهتر از چنین نکند. از دست تو بر می آید؟ گمان نمی کنم. آلیوشای عزیزم، از بس تحت تاثیر قرارم می دهی که می خواهم دستت را ببوسم. آن گروشنکای رند چشمش دنبال مرد هاست. یک بار به من گفت که روزی تو را یک لقمه خام می کند. خب دیگر بس می کنم. بیا از این عرصه فساد آلوده به مگس به تراژدی من گذر کنیم که آن هم به مگس آلوده است، یعنی آلوده به انواع و اقسام ابتذال. هرچند که پیرمرد راجع به این که دوشیزگان را فریب دادم دروغ گفت، در واقع چیزی از آن دست در تراژدی من بود، هرچند تنها یک بار و بعدش صورت وقوع نیافت. پیرمرد که مرا با چیزی که هیچگاه صورت وقوع نیافت سرزنش کرده است، حتی از این واقعیت هم خبر ندارد. هیچگاه درباره آن به کسی نگفتم. تو اولین نفری، البته به جز ایوان. ایوان از همه چیز خبر دارد. خیلی پیش از تو خبر داشت، منتها ایوان قبری بیش نیست. ایوان قبری بیش نیست؟ آری. آلیوشا با دقت بسیار گوش می داد. در هنگ پیاده نظام سروان بودم، اما همچنان تحت تعلیم بودم، مثل فردی مجرم. با این حال در آن شهر کوچک به گرمی از من پذیرایی می شد. چپ و راست پول خرج می کردم. خیال می کردند ثروتمندم. خودم هم همین خیال را می کردم. اما قطعاً به راه های دیگری هم خوشنودشان می کردم. هرچند به خاطر رفتارم سر تکان می دادند، از من خوششان می آمد. فرمانده هم که سرهنگی پیر بود، ناگهان با من بد شد. همیشه بر سرم می تاخت، اما دوستان با قدرتی داشتم و به علاوه تمام اهالی شهر طرفدار من بودند. این بود که نمی توانست آزار زیادی به من برساند. تقصیر از خودم بود که به شایستگی احترامش نمی نهادم. مغرور بودم. این آدم کله شق که در واقع فردی مهربان و دلرحیم و مهمان نواز بود، دو تا زن داشت که هر دو مرده بودند. زن اولش که از خانواده‌ای محروم بود، دختری بر جای گذاشت به همان بی تکلفی خودش. آن وقت که آنجا بودم، دختر خانمی 24 ساله بود و با پدر و خاله‌اش زندگی می کرد. این خاله خانم ساده و بی سواد بود. خواهرزاده‌اش هم ساده اما سرزنده بود. خوش دارم از خوبی‌های مردم بگویم. زنی را نمی شناختم که شخصیتی دلرباتر از آگاتا داشته باشد. تصورش را بکن، اسمش آگاتا ایوانا بود. به سبک روسی بد قیافه هم نبود. بلند بالا، چهارشانه، با اندامی پر و چشمانی زیبا. هرچند چهره‌ای نسبتاً خشن. شوهر نکرده بود. هرچند دو خواستگار برایش آمده بود. دست رد بر سینه‌شان گذاشت، اما مثل همیشه با نشاط بود. با او صمیمی بودم، نه به آن راه. دوستی من بیغش بود. اغلب با زنان به راهی بیغلقش منوس بودم. با صراحتی تکان دهنده به او سخن می گفتم و او فقط می خندید. بسیاری از زنان آنچنان آزادی را خوش دارند و دوشیزه بودن او قضیه را بسیار جالب می کرد. دیگر اینکه آدم هیچگاه او را دوشیزه نمی انگاشت. او و خاله‌اش با نوعی فروتنی اختیاری در خانه پدرش زندگی می کردند و هیچگاه خودشان را با دیگر مردمان در یک کفه قرار نمی دادند.
مورد توجه همگان بودند و سودمند به حال همه، چون خیاطی زیرک بود. استعدادش را داشت، به رایگان بی آنکه مزدی بخواهد کار می کرد، منتها اگر مزد به او می دادند رد نمی کرد. سرهنگ البته حکایتی دیگر داشت. آدم اسم و رسمداری بود. در خانهش به روی همه باز بود. از تمامی اهالی پذیرایی می کرد و شام می داد و مجلس رقص به پا می کرد. در همان زمان من سر رسیدم و به گردان پیوستم. تمام اهالی شهر از بازگشت موعود دختر دوم سرهنگ صحبت می کردند. ماهرویی که به تازگی یکی از مدارس اسم و رسمدار پایتخت را ترک گفته بود. این دختر دوم کاترینا ایوانا بود و بچه زن دوم که متعلق بود به خاندان ژنرالی متشخص. هرچند همانطور که از منابع موثق به گوشم رسید، این زن هم پولی برای سرهنگ نیاورد. ارتباط هایی داشت، همین و سلام. چه بسا انتظاراتی در میان بوده اما ثمری به بار نیاورده بود. با این حال وقتی دوشیزه بانو از مدرسه شبانه روزی آمد، البته به قصد دیدار و نه به قصد ماندن، شهر یک پارچه شور و غوغا شد. متشخص‌ترین بانوان ما دو والا حضرت و یک زن سرهنگ و آن دیگران که دنبال روی آنان بودند، دردم دورش را گرفتند و به افتخارش میهمانی ها دادند. مجالس رقص و گردش های دست جمعی بود و به نفع پرستاران رنجور هم نمایشاتی ترتیب می دادند. من توجهی نمی کردم و به همان وحشی صفتی پیشین به راه خود می رفتم و یکی از شاهکارهایم در آن زمان نقل همه محافل شد. یک روز عصر در خانه فرمانده توپخانه متوجه شدم دوشیزه خانم دارد وراندازم می کند، اما به سویش نرفتم، انگار که از آشناییش بیزارم. اندک زمانی پس از آن در یکی از مجالس عصرانه به سراغش رفتم و با او صحبت کردم. نگاه هم نمی کرد و لبانش را از روی شماتت به هم فشار می داد. با خود گفتم اندکی صبر کن، انتقامم را می گیرم. در آن زمان در بسیاری از مواقع مثل یک آدم کله خر رفتار می کردم و خودم از آن آگاه بودم. آنچه بدترش می کرد این بود که احساس می کردم کاترینا دختر مدرسه چشم و گوش بسته نیست، بلکه آدمی است با منش، مغرور و مبادی آداب. از همه مهمتر تحصیل کرده و عاقل بود و من بی نصیب از این صفات. خیال می کنی قصد داشتم خواستگاریش را بکنم؟ نه، فقط می خواستم انتقامم را بگیرم، چون من نقل محافل بودم و او تره هم برایم خورد نمی کرد. در همین حین وقتم را در عیش و نوش می گذراندم تا اینکه جناب سرهنگ دوم سه روزی بازداشتم کرد. در همان وقت پدر 6000 روبلی برایم فرستاد به ازای سندی که برایش بفرستم و از ادعاهایم چشم بپوشم و به اصطلاح حسابمان را تسویه کنیم و من بگویم توقع چیز دیگری ندارم. در آن وقت از کلمه ای از آن سردر نیاوردم تا اینکه اینجا آمدم. آلیوشا، تا همین چند روز اخیر، شاید حتی همین حالا هم نتوانستم از امور مالی خودم با پدر سردر بیاورم. اما کاری به آن نداشته باش، بعدن از آن صحبت می کنیم. همین که پول به دستم رسید، نامه ای از دوستی برایم آمد و نقل موضوعی در آن بسیار مورد توجهم واقع شد. فهمیدم که سران ارتش از سرهنگ دوم ما رضایت ندارند. در اتهام بی‌نظمی قرار داشت. در واقع دشمنانش داشتند آشی برایش می‌پختند که یک وجب روغن داشت. و آنگاه فرمانده دست سر رسید و قیامتی به پا کرد آن سرش ناپیدا. دیری نگذشت که فرمان بازنشستگی او رسید. برایت نمیگویم که چطور پیش آمد، حتم دارم دشمنانی داشت. ناگهان اهالی نسبت به او و خانواده‌اش بی‌اعتنایی کردند.
دوستانش همگی پشت به او کردند. آن وقت من اولین قدم را برداشتم. به سراغ آگاتا ایوانا رفتم که همیشه دوستیم را با او حفظ کرده بودم و گفتم: میدانی که در حساب پدرت کسری 4500 روبل از اموال دولت وجود دارد؟ منظورت چیست؟ به چه دلیل میگویی؟ همین چند وقت پیش بود که ژنرال اینجا بود و همه چیز هم بر وفق مراد بود. آن وقت بود ولی حالا نیست. دخترک خیلی ترسیده بود. گفت: مرا نترسان، چه کسی به تو گفت؟ گفتم: نگران نباش، به کسی نمیگویم. تو بگو لام تا کام. با توجه به احتمالات فقط میخواستم اضافه کنم که وقتی 4500 روبل را از پدرت بخواهند و نتواند تهیه‌اش کند، دادگاهیش میکنند و مجبورش میکنند در سن پیری سربازی کند، مگر اینکه تو مخفیانه بانوی جوانت را به سراغ من بفرستی. تازگی ها پولی برایم رسیده. اگر دوست داشته باشی 4000 روبل به او میدهم و راز آن را به صورتی مقدس نگه میدارم. گفت: ای بی سر و پای خبیث، چطور جرأت میکنی؟ با خشم و خروش رفت. یک بار دیگر پشت سرش فریاد زدم که راز را مقدس نگه خواهم داشت. همینجا باید بگویم که آن دو موجود، یعنی آگاتا و خالش، از اول تا آخر این معامله مثل فرشتگان رفتار کردند. کاترینا همان دختر مغرور را از دل و جان می پرستیدند، از خود بالاتر می انگاشتند و دست به سینه به خدمتش می ایستادند. منتها آگاتا شرح گفتگوی ما را برایش می گوید. این را بعدها متوجه شدم. ماجرای گفتگوی من را پنهان نکرد و البته این همان چیزی بود که می خواستم. ناگهان سرگرد جدید سر رسید و فرماندهی گردان را به عهده گرفت. سرهنگ دوم پیر در جا مریض شد و دو روز نتوانست از اتاقش بیرون بیاید و پول دولت را تحویل نداد. دکتر کرافشنکو اظهار داشت که او واقعا مریض است. اما من به واقع می دانستم، خیلی وقت بود می دانستم که در 4 سال گذشته پول را در اختیار نداشت، جز وقتی که فرمانده برای بازرسی آمده بود. پول را به فردی مطمئن قرض می داد. سوداگری از شهر ما به نام تریفونوف، بیوه مردی پیر با ریش بزرگ و عینک دست طلایی. این فرد به بازار مکاره می رفت، با پول کذایی معاملهی سوداور انجام می داد و تمام مبلغ را به سرهنگ برمی گرداند و با آن هدیه‌ای از بازار مکاره و همینطور نزول پول در می آورد. اما این بار که درباره‌اش به تصادف از پسر و وارث تریفونوف، جوانی مفمفو و یکی از تبهکارترین آدم‌های دنیا شنیدم، این بار همانطور که گفتم تریفونوف چیزی از بازار مکاره پس نیاورد. سرهنگ به نزدش شتافت و او گفت که از تو پولی به دست من نرسیده. این بود جوابی که گرفت. این است که سرهنگ دوم ما خانه نشین می شود. با حوله دور سرش و آن 3 نفر دیگر هم مشغول گذاشتن یخ روی آن. یک بار مستخدمی سر می رسد با دفتری و فرمان برای تحویل فوری پول گردان در عرض 2 ساعت. دفتر را امضا می کند. بعدها امضا را در دفتر دیدم. به پا بر می خیزد و با این گفته که لباس نظامیش را می خواهد بتن کند، شتابان به اتاق خوابش می رود. تفنگ دلولش را پر می کند، روی سینهش می گذارد و با پا به دنبال ماشه می گردد. اما آگاتا با یادآوری آنچه به او گفته بودم سوء ظنش برانگیخته می شود. دزدانه به درون اتاق سر می کشد و به موقع هم به درون اتاق می شتابد. از پشت سر خودش را روی او می اندازد. بازوانش را دور او حلقه می کند و تفنگ در می رود. به سقف می خورد اما کسی آسیب نمی بیند. دیگران هم به اتاق می شتابند. تفنگ را از دستش بیرون می آورند و بازوان او را محکم می گیرند. بعدها شرح ماجرا را به تفصیل شنیدم. خانه بودم. هوا رو به تاریکی می رفت و در کار بیرون رفتن بودم. لباس پوشیده، موهایم را شانه کرده و دستمالم را عطر زده و کلاهم را به دست گرفته بودم که ناگهان در باز شد و کاترینا ایوانا توی اتاق روبرویم ایستاده بود. نحوه پیش آمدها گاهی غریب است.
هیچ کس او را در خیابان ندیده بود. این بود که کسی در شهر از آن خبر نداشت. با دو پیرزن فرتوت منزل داشتم که از من مواظبت می کردند. موجودات نازنینی بودند و آماده برای انجام هر کاری برای من. و بعدها به تقاضای من درباره این موضوع مثل دو تکه چوب سکوت کردند. البته در جا موقعیت را دریافتم. او وارد شد و مستقیم نگاهم کرد با سیاه چشمانی مصمم، حتی ستیز جو، اما بر لب و گرد دهانش متوجه عدم اطمینان شدم. لب به سخن باز کرد که خواهرم به من گفت 4000 روبل به من می دهی اگر برای آن خودم نزد شما بیایم. من آمده ام پول را بده. نمی توانست به گفت ادامه دهد. نفس بریده و هراسناک بود. صدایش بالا نمی آمد و کنج دهان و خطهای گرد آن می لرزید. آلیوشا گوش می دهی یا خوابی؟ آلیوشا با هیجان گفت میتیا، میدانم که تمام حقیقت را خواهی گفت. دارم میگویم، اگر تمام حقیقت را درست همان گونه که اتفاق افتاد نگویم، از خودم هم در نخواهم گذشت. اولین اندیشه هم اندیشه کارامازوفی بود. برادر، یک بار عنکبوتی مرا گزید و بر اثر آن 2 هفته با تب به رخت خواب افتادم. خب، در آن وقت احساس کردم عنکبوتی دارد دلم را نیش میزند. حشره‌ای زیانبار، متوجهی؟ بالا و پایین دخترک را نگاه کردم. او را دیده‌ای؟ آیت زیبایی است. اما در آن وقت جور دیگری زیبا بود. در آن لحظه زیبا بود چون والا بود و من بی سر و پا بودم. در تمامی شکوه سخاوت و ایثار برای پدرش و من یک حشره و با وجود حشره و بی سر و پا بودنم او به طور کامل با جسم و جان در اختیارم بود. گرفتار آمده بود. به صراحت می گویمت که آن اندیشه زهراگین چنان دلم را در اختیار گرفت که قرارش را بوده شد. انگار که مقاومت در برابر آن بیفایده بود. گویی مثل حشره، مثل عنکبوتی زهراگین عمل می کنم. به سختی نفس می کشیدم. متوجهی؟ می بایست روز بعد به خواستگاریش می رفتم تا به اصطلاح ماجرا آبرومندانه پایان گیرد و کسی خبردار نشود. چون هرچند آدمی هستم با هوس‌های پست اما با شرفم. و در همان دم انگار صدایی در گوشم زمزمه کرد، اما وقتی فردا به خواستگاری بروی آن دختر تو را حتی نخواهد دید. به درشکه چیش دستور می‌دهد با تیپا بیرونت بیاندازد. می‌گوید همه جای شهر جارش بزن، باکی از تو ندارم. به دوشیز بانو نگاه کردم. صدایم فریبم نداده بود. همانطور می‌شود، تردیدی در آن نیست. حالا در چهرهش می‌دیدم که مرا بیرون می‌اندازد. نفرتم برانگیخته شد. دلم میخواست کثیف‌ترین حقه‌ها را به او بزنم، با پوزخند نگاهش کنم و در جا، همان جایی که روبرویم ایستاده بود، به لحنی که فقط یک بقال به کار میبرد میخ کوبش کنم. به او گفتم 4000 منظورت چیست؟ شوخی میکردم. جوجه را پیش از پاییز شمرده ای. اگر دوست داشته باشی 200 تا را روی چشم میگذارم. اما 4000 تا مبلغی نیست که بشود برای آنچنان سبکسری دورش انداخت. بی خودی خودت را به زحمت انداخته ای. البته بازی را میباختم. میگریخت. اما انتقامی دیو صفتانه میشد. به زحمتش میارزید. با زدن آن حقه تا آخر عمرم از پشیمانی زوزه می کشیدم. باورت می شود هیچگاه نسبت به زنی دیگر برایم پیش نیامده. نسبت به هیچ زنی که آنچنان با کینه نگاهش کنم. اما به این یکی 3 ثانیه یا شاید 5 ثانیه با کینهی سخت نگاه کردم. همان کینه که با عشق، با جنون‌آمیزترین عشق سر موی فاصله دارد. به سوی پنجره رفتم. پیشانی بر شیشه یخزده گذاشتم و یادم هست که یخ مانند آتش پیشانیم را سوزاند.
نترس، او را زیاد معطل نکردم. برگشتم، به طرف میز رفتم، کشو را باز کردم و چکی به مبلغ 5000 روبل بیرون آوردم. لای فرهنگ لغت فرانسه بود. بعد در سکوت نشانش دادم، تایش کردم، به دستش دادم، در را به راه رو باز کردم و با پس نهادن پا تعظیمی بلند کردم، تعظیمی بسیار احترام‌آمیز و بسیار گیرا. باور کن، سراپای بدنش لرزید. لحظه ای خیره نگاه هم کرد، رنگش به شدت سفید شد، در واقع به سفیدی گچ دیوار، و به یک باره نگستاخانه بلکه نرم و آرام پیش پایم به سجده افتاد. نه از آن احترام های مخصوص مدارس شبان روزی، بلکه به شیوه روسی، با پیشانیش بر کف اتاق. به پا جست و دوان دوان دور شد. داشتم شمشیرم را می بستم، بیرونش کشیدم و کم مانده بود در جا خودم را بکشم. چرا نمی دانم. البته اگر خود را می کشتم بسیار بسیار احمقانه می شد. به گمانم از خوشحالی بود. می توانی دریابی که آدم ممکن است خودش را از خوشی بکشد؟ اما شمشیر را در تنم فرو نکردم. شمشیر را بوسیدم و دوباره غلافش کردم که نیازی به گفتن آن برای تو نبود. و تصور می کنم در گفتن جدال درونیم به تو بزرگ جلوه‌اش دادم تا خودم را تجلیل کنم. اما بگذار بگذرد، مرد شور تمام کسانی را ببرند که می خواهند به دل انسان سرک بکشند. خب، در مورد آن ماجرا با کاترینا ایوانا همین قدر بس است. حالا برادر ایوان از آن خبر دارد و تو، نه کسی دیگر. دمیتری فیودوروویچ از جا بلند شد، در هیجان خیش یکی دو قدم برداشت، دستمالش را بیرون آورد و پیشانیش را پاک کرد. بعد دوباره نشست، نه در جای پیشین بلکه در طرف مقابل، طوری که آلیوشا مجبور شد کاملا برگردد تا روبرویش قرار گیرد. فصل پنجم، اعتراف دلی سوزان با عزمی راسخ. آلیوشا گفت: حالا از نیمه اول ماجرا سر در می آورم. از نیمه اول سر در می آوری؟ آن نیمه نمایش نامه ایست و در آنجا نمایش داده شد. نیمه دوم تراژدی است و اینجا دارد به اجرا در می آید. آلیوشا گفت: و من از آن نیمه دوم چیزی دستگیرم نمی شود. خیال می کنی خود من هم از آن سر در می آورم؟ دمیتری صبر کن، یک سوال مهم، بگو ببینم، شما که نامزد بودید هنوز هم نامزدید؟ در جا نامزد نشدیم تا 3 ماه پس از آن ماجرا. روز بعد به خودم گفتم دفتر آن حادثه بسته شد، پایان یافت و پیامدی ندارد. خواستگاری کردن از او به نظرم رذیلانه می آمد. 6 هفته ای را که در شهر ماند اثری از آثارش نبود، همانا جز در یک مورد. روز پس از دیدار سر و کله کلفتش پیدا شد، با نامه ای خطاب به من. پاکت نامه را باز کردم، حاوی باقی مانده پول بود. تنها به 4500 روبل نیاز بود، اما در نقد کردن چک حدود 200 روبلی کم شده بود. حدود 260 روبل برایم فرستاده بود. درست یادم نیست، اما یادداشتی داخل پاکت نبود. بگو یک کلمه توضیح. پاکت را برای علامت مداد گشتم، هیچ چیز. بقیه پول را صرف آنچنان عیاشی کردم که سرگرد جدید مجبور شد توبیخم کند. جناب سرهنگ در کمال تعجب همگان پول گردان را پرداخت، چون کسی باورش نمی‌شد پول را دست نزده با خود داشته باشد. دیری از پرداختن پول نگذشته بود که ناخوش افتاد، بستری شد و 3 هفته بعد سکته مغزی کرد و 5 روز پس از آن مرد. با احترام نظامی به خاک سپرده شد، چون عمرش برای بازنشستگی کفاف نداده بود. 10 روز پس از خاک سپاری، کاترینا ایوانا با خاله و خواهرش به مسکو رفت. همان روزی که رفتند و من آنان را ندیده بودم که بدرقهشان کنم، یادداشتی کوتاه برایم رسید. برگه کاغذ آبی نازک و بران تنها 1 خط با مداد نوشته بود: برایت نامه می نویسم، منتظر باش. همینو و سلام. بقیه را در 2 کلمه توضیح می دهم.
سرنوشتشان در مسکو به سرعت برق و غیر منتظر بودن داستان هزار و یک شب تغییر یافت. آن بیوه ژنرال نزدیکترین قوم و خویششان ناگهان دو دختر برادرش را که وارث بلافصلش بودند از دست داد. هر دو در یک هفته از آبله مردند. بانوی پیر که زیر بار اندوه خرد شده بود، کاتیا را به دختری پذیرفت. به عنوان تنها امیدش دست در دامنش زد. وصیت نامه‌اش را به نفع کاتیا تغییر داد. اما این به آینده مربوط می شود. برای استفاده حال 80,000 روبل به اسم جهیزیه به او داد تا به دلخواه خرج کند. زنی عصبی بود. بعدها در مسکو به دیدار جمالش نائل شدم. ناگهان 4,500 روبل از طریق پست به دستم رسید. از تعجب زبانم بند آمد. 3 روز بعد نامه موعود رسید. مونس همیشگیم است و تا وقتی بمیرم مونسم خواهد بود. میخواهی آن را نشانت بدهم؟ باید بخوانیش. پیشنهاد میکند که زنم بشود. خودش را به من غالب میکند. میگوید دیوانوار دوستت دارم، حتی اگر تو دوستم نداشته باشی باکی نیست. شوهرم بشو، نترس، موی دماغت نمیشوم. کلفتیت را میکنم، فرش زیر پایت میشوم. میخواهم تا ابد دوستت بدارم، میخواهم تو را از خودت برهانم. آلیوشا، لایق نیستم با کلمات مبتذل و لحن مبتذلم، لحن همیشه مبتذلم که از شر آن ذره‌ای خلاصی ندارم، نوشته او را تکرار کنم. آن نامه حتی هنوز هم خنجر به دلم می زند. خیال می کنی اهمیت نمی دهم که هنوز هم اهمیت نمی دهم؟ در جا جواب نامه اش را دادم، چون رفتن به مسکو برایم محال بود. با چشمی گریان برایش نامه نوشتم. از یک چیز تا ابد شرمنده خواهم بود. در نامه اشاره‌ای کردم به این که او ثروتمند است و جهیزیه دارد و من گدای مغروری بیش نیستم. اسم پول را بردم. باید آن را به سکوت برگزار می کردم. کتاب آینه حکمت و تجربه بشری است. اما از قلمم در رفت. آن وقت فوری نامه‌ای به ایوان نوشتم و در 6 صفحه ماوقع را تا آنجا که می توانستم به او گفتم و به سراغ کاترینا فرستادمش. چرا اینجوری نگاهم می کنی؟ چرا به من زل زده ای؟ آره، ایوان عاشقش شد. هنوز هم عاشقش است. این را می دانم. در نظر جهانیان کار احمقانه‌ای کردم. اما شاید آن یک کار احمقانه حالا مایه نجات همگی ما باشد. آه، نمی بینی که چقدر لیلی به لالای ایوان می گذارد و حرمت چپانش می کند؟ وقتی ما را با هم قیاس می کند، به نظرت بتواند دوستدار مردی مثل من باشد؟ به خصوص بعد از قضایایی که اینجا پیش آمده؟ ولی نظر من این است که کاترینا دوستدار مردی مثل توست، نه مردی مثل او. او دوستدار فضیلت خودش است، نه دوستدار من. این کلمات بی اراده و تا حدودی از روی بدتینتی از زبان دمیتری بیرون پرید. خندید، اما لحظه ای بعد چشمانش برق زد. سرخ شد و با مشت محکم به میز کوبید. با خشمی شدید و صمیمی به خودش بانگ برآورد: آلیوشا، قسم میخورم. شاید حرفم را باور نکنی، اما به عزت و جلال خداوند قسم که هرچند همین حالا به احساسات والای او لبخند زدم، میدانم که کرورها بار جانم پستر از جان اوست و این احساسات والای او به صداقت احساسات فرشته ای آسمانی است و تراژدی همین جاست. حتم دارم. چه میشود که آدمی کمی هم تظاهر کند؟ مگر خود من نمی کنم و با این حال صادقم. و اما ایوان، می توانم دریابم که حالا چگونه باید طبیعت را نفرین بگوید. با عقلش هم دیدن این که ارجحیت داده شده. به که؟ به چه؟ به هیولایی که هرچند نام زد دارد و همه چشمها به او دوخته شده، نمی تواند جلوی بیبند و باری هایش را بگیرد. آن هم پیش چشمان نامزدش.
و مردی مثل من ارجعیت داده می شود و دست رد به سینه او نهاده می شود. آن هم برای چه؟ برای اینکه دختری می خواهد زندگی و سرنوشتش را از سر حق شناسی فدا کند. مسخره است. یک کلمه از این را به ایوان نگفتم و البته ایوان هم از این بابت اشاره‌ای به من نکرده است. اما سرنوشت کار خودش را می کند و حق به حقدار می رسد و آدم بی استحقاق برای همیشه در پس کوچه خودش ناپدید می شود. پس کوچه کثیفش، پس کوچه محبوبش، همان جاهایی که احساس راحتی می کند و همان جایی که به اختیار خیش و با لذت در کثافت و تعفن غرق می شود. احمقانه سخن می گفتم، کلماتم ته کشیده، آنها را قضا قورتکی به کار می برم. منتها همانطور می شود که گفتم، من در پس کوچه غرق می شوم و او با ایوان عروسی می کند. آلیوشا با دلهورهی بزرگ باز هم به میان کلام او در آمد. صبر کن دمیتری، یک چیز هست که هنوز روشنش نکرده ای. تو همچنان نامزد داری مگر نه؟ چطور میتوانی نامزدی را به هم بزنی اگر او نمیخواهد؟ بلی، رسمن و شرعن نامزدیم. با ورود من به مسکو انجام گرفت، با تشریفات زیاد، با تمثال، همه اش هم با شکوه. زن جنرال تقدیسمان کرد و باورت میشود به کاتیا تبریک گفت. انتخاب خوبی کرده ای، عمق وجودش را میبینم و باورت میشود از ایوان خوشش نیامد و به زحمت جواب سلامش را داد. در مسکو با کاتیا خیلی حرف زدم، از خودم برایش گفتم، صادقانه، شرافتمندانه به همه چیز گوش داد. وعده بزرگی از من بیرون کشید که سر به راه شوم. وعده دادم و اینجا چه؟ خب صدایت کردم و به اینجا آوردم از همین امروز، یادت باشد، تا بفرستمت. باز هم همین امروز به سراغ کاترینا ایوانا و چه؟ تا به او بگویی که دیگر هیچگاه به دیدنش نمی روم. بگو او تعظیمت می کند. آخر مگر امکان دارد؟ درست به همین دلیل است که تو را به جای خودم می فرستم. چون محال است، خودم چگونه بگویمش؟ داری به کجا می روی؟ به کوچه پشتی؟ آلیوشا به لحنی سوگوارانه گفت، پس بگو به سراغ گیروشنکا. و دست در هم فشرد. یعنی راکیتین حقیقت را گفته؟ خیال می کردم تو فقط به دیدنش رفته بودی. مگر مرد نامزددار می تواند به چنان دیدارهایی دست بزند؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ آن هم با چنان نامزدی یا پیش چشم جهانیان؟ مرد شورش را ببرند. من آبرو دارم. همین که دست زدم به دیدن گروشنکا، نامزدی و شرافتم پایان گرفت. این را می فهمم. چرا نگاهم می کنی؟ ببین، اولش به قصد زدن او رفتم. شنیده بودم و حالا به واقع معلوم شده که یارو سروان، کارگزار پدرم، یکی از سندهای بدهکاریم را به گروشنکا داده بود تا برای پرداخت آن شکایتم را بکند، تا کلکم کنده شود. میخواستند بترسانندم. به قصد زدنش رفتم. پیش از آن گذرا دیده بودمش. در نگاه اول به چشم نمی آید. راجع به آن تاجر پیر که حالا بیمار و علیل افتاده خبر داشتم، اما او مختصر پولی برای گروشنکا به جای می گذارد. همینطور هم خبر داشتم به پول علاقه دارد و آن را احتکار می کند و نزول کلانی از بابت آن می گیرد و حق باز و رند بی امانی است. به قصد زدنش رفتم و ماندم. طوفان در گرفت، مثل طاعون بر زمینم زد. هنوز هم طاعون زدم و می دانم همه چیز تمام شده و چیز بیشتری برایم در میانه نیست. دایره زمان دور زده است، جایگاه هم همین است و هرچند به حکم سرنوشت گدایم، همان وقت 3000 روبل در جیب داشتم. سواره با گروشنکا به ماکرو رفتیم. 15 مایلی اینجاست. کولی ها آمدند و شامپاینی آورده شد و همه روستاییان آنجا را، همه زنان و دختران را واداشتم شامپاین بخورند. 3000 روبل به هوا رفت. ظرف 3 روز مفلس، اما قهرمان شدم. خیال میکنی قهرمان به هدفش دست یافته بود؟ از سوی او هیچ نشانی از آن نبود.
آن گروشنکای رند انحنا و نرمایی در تمامی پیکرش دارد. در پای کوچکش، حتی در انگشت پای کوچکش هم آن را میبینی. آن را دیدم و بوسیدمش. همینو بس، قسم میخورم. گفت اگر بخواهی با تو عروسی میکنم. میدانم که گدایی، بگو که کتکم نمیزنی و میگذاری به اختیار خودم عمل کنم. شاید زنت بشوم. خندید و هنوز هم میخندد. دمیتری فئودوروویچ با حالتی خشمگین به روی پا جست زد. چنین می نمود که مست است. چشمانش ناگهان کاسه خون شد. راستی راستی قصد ازدواج با او را داری؟ در جا اگر بخواهد. اگر هم نخواهد همچنان می مانم. حمال در خانه اش می شوم. آلیوشا. روبروی او از گفته بازی ایستاد و با گرفتن شانه های او به شدت بنا کرد به تکان دادنش. پسر معصوم، میدانی همش هزیان است، هزیانی بیمعنی، چون اینجا تراژدی در کار است. بگذار بگویمت که ممکن است آدمی پست باشم، با شهوات پست و خار، اما دمیتری فئودوروویچ یک لحظه هم نمیتواند دزد و جیب بر باشد. خب پس بگذار بگویمت که دزد و جیب برم. همان روز صبح، درست پیش از آن که به قصد زدن گروشنکا بروم، کاترینا ایوانا به سراغم فرستاد و کاملا محرمانه. چرایش را نمیدانم. به گمانم دلیلی برای خود داشت. از من خواست به مرکز استان بروم و 3000 روبل برای آگاتا ایوانا به مسکو پست کنم، طوری که اینجا در شهر کسی از آن خبر نداشته باشد. به دیدن گروشنکا که رفتم، آن 3000 روبل توی جیبم بود و همان پول بود که در مارکو خرجش کردیم. بعدها وانمود کردم که به مرکز استان رفتم، اما رسید پستی را نشانش ندادم. گفتم پول را فرستادم و رسید را می آورم. هنوز که هنوز است نیاوردم. فراموش کردم. حالا فکر می کنی امروز چه می خواهی به او بگویی؟ او تعظیمت می کند و از تو می پرسد پس پول چطور شد؟ می شود به او بگویی او شهوترانی پست و موجودی پست است، با شهوات مهار نشده؟ آن وقت پولت را نفرستاد، آن را به هدر داد، چون مثل جانوری پست نتوانست جلوی خود را بگیرد. اما هنوز می شود اضافه کنی هرچه باشد دوز نیست، بیا این 3000 روبل، آن را پس می فرستد. خودت برای آگاتا ایوانا بفرستش. میتیا، درست است که ناشادی، اما نه آنقدر ناشاد که تصور میکنی. با نومیدی خودت را دغمرگ نکن. تو خیال میکنی خودم را به تیر میزنم چون نمیتوانم 3000 روبل را پس بدهم؟ خودش است. خودم را به تیر نمیزنم. قدرتش را حالا ندارم. بعدها شاید. اما حالا میخواهم بروم سراغ گروشنکا. اهمیت نمیدهم چه پیش می آید. بعدش چی؟ شوهرش می شوم اگر بخواهد و وقتی عشاق بیایند با اتاق دیگر می روم. گالش دوستانش را پاک می کنم، سماورشان را روشن می کنم، فرمانبریشان را می کنم. آلیوشا با تومنینه گفت کاترینا ایوانا این را در می آبد. متوجه می شود این گرفتاری چقدر بزرگ است و می بخشاید. او روحی والا دارد و ناشادتر از تو پیدا نمی شود. او خودش متوجه این نکته می شود. میتیا با نیشخند گفت بر همه چیز نمی بخشاید. برادر، چیزی در آن هست که هیچ زنی بر آن نمی بخشاید. می دانی بهترین راه چاره چیست؟ چه؟ پس دادن 3000 روبل. از کجا بیاوریم؟ راستی من 2000 روبل دارم. ایوان هم 1000 روبل دیگر را به تو می دهد. این می شود 3000 تا. ببر پسش بده. شما چطور؟ 3000 روبل شما کی به دستتان می رسد؟ به علاوه تو سن و سال چندانی نداری و باید حتما امروز مراتب تعظیم مرا به او ابلاغ کنی. با پول یا بی پول. چون دیگر نمی توانم تعلل کنم. اوضاع به بنبست رسیده. فردا بسیار دیر است. می خواهم بفرستمت سراغ پدر.
سراغ پدر؟ بله، اول سراغ پدر. 3000 روبل را از او بخواه. میتیا، آخر او این پول را نمی دهد. فرض کن بدهد. میدانم نمی دهد. آلکسی، معنای نومیدی را میدانی؟ بله. گوش کن، قانوناً چیزی به من بدهکار نیست. تا روبل آخر پولم را ازش گرفتم، این را میدانم. منتها اخلاقاً چیزی به من بدهکار است، اینطور نیست؟ میدانی با 28000 روبل از پول مادرم بود که کارش را شروع کرد و 100000 آیدش شد؟ بیاید و فقط 3000 تا از 28000 روبل را به من بدهد. با این کار جانم را از جهنم می رهاند و کفاره بسیاری از گناهانش می شود. برای آن 3000 روبل قول شرف به تو می دهم، به همه چیز پایان می دهم و دیگر خبری از من به گوشش نمی رسد. آخرین بار این فرصت را به او می دهم که پدر باشد. به او بگو خدا خودش این فرصت را برایش فرستاده. می تیا به ازای هیچ چیز این پول را نمی دهد. می دانم، خیلی خوب می دانم. به خصوص حالا. تازه تمام قضیه این نیست، چیز دیگری را هم می دانم. حالا همین چند روز پیش، شاید همین دیروز، اولین بار به طور جدی متوجه شد که گروشنکا در واقع شاید شوخی نمی کند و در واقع قصد دارد با من ازدواج کند. طبیعت گروشنکا را می شناسد، این گربه را می شناسد. پس تو خیال میکنی این پول را به من میدهد تا موضوع ازدواج تحقق بیابد، آن هم در جایی که خودش دیوانه اوست؟ باز همین تمام قضیه نیست. میتوانم بیش از این برایت بگویم. میدانم همین 5 روز پیش 3000 روبل از بانک بیرون کشیده و به اسکناس‌های 1000 روبلی تبدیل کرده. توی پاکت بزرگی گذاشته، 5 مهرموم به آن زده و نوار قرمز دور آن بسته است. میبینی چه خوب از آن خبر دارم؟ روی پاکت نوشته برای فرشته‌ام گروشنکا، هنگامی که به سراغ من بیاید. با خط علم اجنه آن را در سکوت و خفا نوشته و کسی از جای پول خبر ندارد، غیر از خدمتکارش اسمردیاکوف که به او مثل خودش اعتماد دارد و حالا 3-4 روزی است انتظار گروشنکا را میکشد. امیدوار است به خاطر پول بیاید. برایش پیغام فرستاده، او هم پیغام داده که شاید بیاید و اگر به سراغ پیرمرد برود، آیا می توانم پس از آن با او ازدواج کنم؟ حالا متوجه شده ای چرا اینجا قایم شده ام و برای چه کشیک می دهم؟ برای او؟ بلی، برای او. توماس در خانه کلفت‌های اینجا اتاقی دارد. توماس از طرف‌های ما می آید، در گردان ما سرباز بود، برای آنها کار می کند. پس هیچ کس خبر ندارد به جز اسمردیاکوف؟ هیچ کس دیگر. اگر به سراغ پیر مرد برود خبردارم می کند. پس همو بود که راجع به پول به تو گفت؟ بله، فوق‌العاده محرمانه است. حتی ایوان هم از پول یا چیز دیگری خبر ندارد. پیرمرد می‌خواهد ایوان را برای سفر 2-3 روزه به چرماشنیا بفرستد. برای درختزار خریداری دست و پا کرده که از بابت الوار 8000 روبل می‌دهد. برای همین مرتب از ایوان می‌خواهد برود و ترتیب کار را بدهد. این کار 2-3 روزی وقت می‌برد و پیرمرد هم همین را می‌خواهد تا در غیاب او گروشنکا بتواند بیاید. پس امروز انتظار گروشنکا را می کشد؟ میتیا ناگهان فریاد زد، نه، گروشنکا امروز نمی آید، نشانه هایی هست، مطمئنن نمی آید، اسمردیاکوف هم همین نظر را دارد. پدر حالا در حال باده نوشی است، با برادر ایوان سر سفره نشسته. به سراغش برو و آن 3000 روبل را از او بخواه. آلیوشا از جا جست زد، نگاهی دقیق به چهره جنون‌آمیز برادرش انداخت و فریاد زد، تو را چه می شود؟ لحظه این فکر به ذهنش خطور کرد که دمیتری فودوروویچ دیوانه شده است. دمیتری فودوروویچ نگاهی از سر دقت و صداقت به او انداخت و گفت، چیست؟ من دیوانه نیستم، نترس، تو را نزد پدر می فرستم و با آنچه می گویم آگاهم، به معجزه ایمان دارم. به معجزه؟ به معجزه مشیت الهی.
خدا از دلم آگاه است، نومیدیم را میبیند، تمام تصویر را میبیند، به یقین نمیگذارد فاجعه‌ای بار بیاید. آلیوشا، به معجزه ایمان دارم، برو. میروم. بگو ببینم، همینجا منتظرم میمانی؟ بله، میدانم مدتی طول میکشد. نمیتوانی بی مقدمه پیشش بروی. او حالا مست است. 3 ساعت منتظر میمانم. 4، 5، 6، 7 ساعت. منتها یادت باشد که امروز باید سراغ کاترینا ایوانا بروی. ولو اینکه نیمه شب باشد. با پول یا بی پول. و بگویی او تعظیمت می کند. از تو می خواهم این شعر را به او بگویی. او تعظیمت می کند. میتیا، اگر گروشنکا امروز بیاید چه؟ اگر نه امروز، فردا یا پس فردا؟ گروشنکا؟ می بینمش. پیش می دوم و جلوی آن را می گیرم. و اگری باشد قتل است. تحملش را نمی کنم. چه کسی کشته می شود؟ پیرمرد. گروشنکا را نمی کشم. برادر، داری چه می گویی؟ آه، نمی دانم. شاید نکشمش. شاید هم این کار را بکنم. متاسفم که او با آن چهرهش در آن لحظه برایم نفرت انگیز می شود. از گلوی کثیفش، بینی و چشم و نیشخند بیشرمش نفرت دارم. او غم می گیرد. از همین می ترسم. همین است که خارج از تحملم است. میتیا، من می روم. ایمان دارم که خداوند هرچه خیر است پیش می آورد و فاجعه‌ای بار نمی آید. من هم می نشینم و چشم به راه معجزه می مانم. و اگر معجزه تحقق نیابد؟ آلیوشا در اندیشه ای عمیق به سوی خانه پدرش رفت. یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی، لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.